سلام به همتون، به همه شما و تماشاگران این برنامه. خیلی خوشحالیم که بعد از چندین قسمت، مخصوصا توی ایام عید، برنامه ما رو دیدیم، با ما همراه بودیم. امیدواریم که این قسمت از مسابقه قهرمان هم مورد پرستنده شما باشه. بله، سلام و عرض ادب خدمت بیننده های محترم شبکه 3. یوسف گفت دستبوس همه تونیم، دمتون گرم که تو این تعطیلات نوروز ما رو تماشا کردین. نماز روزه هاتون قبول باشه، در ماه مبارک رمضان هستیم. همیشه یوسف عید و ماه رمضان تلویزیون برنامه‌های جذاب داره، امسال هم رفته تو همین دو تا عید جذاب باستانی و عید مسلمانان. خیلی حال و هوای باحالیه. تو تعطیلات کجا بودی؟ من همینجا بودم دیگه. همینجا بودی؟ آره. دیگه تو آب بودم. تو آب بودی؟ نه، لحظه سال تحویل بذار شروع کنیم. من اشتباه عذرخواهی میکنم که از یوسف سوال کردم. بذار شروع کنیم دیگه. بریم آنچه امشب خواهید دید رو تماشا کنید. کلی ورزشکار جذاب از گوشه گوشه ایران توی برنامه قهرمان هستن که مطمئنم حتی جذابتر از قسمت‌های قبل خواهد شد. بله، 100%. خب بفرمایید. به آقای قیاسی. خب بفرمایید. کجا؟ من دارم میگم. از اون مگه نمیگه بفرمایید چی جوری اونجا بیا؟ از اونجا من چی جوری بیام؟ بابا یه بار خلاقیت به خرج بده، همیشه اونجا میام. آخه چه خلاقیتی وسط حوض؟ دیدی گفتم؟ چرا پدر با عشقیه؟ اینو جدی میگم، یه جایزه 1 میلیاردی، 1 میلیارد، 1 میلیارد تومان، خودم تومن 1 میلیارد. آره بله، اگه تشریف بیارید پایین مبارزه بکنی ممنون میشه. بابا نه، افتخار آقای تیموری. بفرمایید آقای تیموری، خواهش می‌کنم. یه چیزایی از خودم درون این بچه میبینم. بعد ادامه از اینجا سا خیلی خوب رفت، خیلی خوب رفت، عالی بود. خسته نباشید، سال نو رو به همتون تبریک میگم. خیلی بیکار بودیم، من و یوسف به هیچی نرسیم. دو تا یکی. چرا همیشه میارم دو تا یکی؟ خب اینو که نمیشه، حالا میخوام خلاقیت به خرج بدم، 10 تا یکی بیا. داری تو برنامه مختلف چیز میشم، ولی اینجوری دیگه نمیشه. خیلی هم عالی. دیدید که امشب چه شرکت کننده های هیجان انگیزی داریم، اتفاقات جذابی افتاده. یوسف امشب چه خبره؟ یه ذره لو بده به نظرم. من همیشه با شرکت کننده های جذاب، واسه همین میگم دیگه، جذاب و خیلی خوب داشتیم و خیلی هم پرتلاش بودن. و اینجا تنها برج مراقبتیه که فقط از تو مراقبت میکنه. بله دقیقه میخواستم نبینید. یعنی همه شرکت کننده ها سر جاش میرن، همه کارا خدا رو صد هزار مرتبه شد به خوبی و خوشی اتفاق میفته. از این برج مراقبت، از این برج مراقبت ها رو فقط برای یوسف زدیم که این بالا مراقب یوسف من باشم. امشب میرسه کسی به نقطه ببین پایان؟ فکر میکنم دو سه نفر 100% زنگو میزنن. دقت کردی تو هر شب همین فکر رو کردی؟ نه نه نه، سری قبل گفتم که 3 نفر 4 نفر نیم این کارو میکنن، یعنی یه نفر نصف میده. چی جوری؟ یعنی نصف زنگو میزنه، وای میسه پایین اس ام اس میده، زنگ نمیزنه. ولی من میخوام یک جایزه، اینو جدی میگم و واقعا نمیگم جایزه رو، یعنی تا الان همه رو شوخی کرده تا امروز. یه جایزه 1 میلیاردی، 1 میلیارد، 1 میلیارد تومان، خودم تومن 1 میلیارد. آره بله بله، ریال نه تومن. بله به نظر میگم به یه شرط. برای چی؟ اگه مردی، اگر که واقعا نه، اگه هر کی قهرمانه، اگه واقعا الان با کی یوسف؟ الان هر کی که میخواد بره زنگ بزنه اصلا خوده، اگر میتونه زنگ نزنه فرار کنه، 10 دقیقه همونجا وایس همینجوری ها میدم جایزم. از اونایی بوده که زنگ میزده فرار میکرده تابلوه. بله خب تو میدونم نمیشه جایزش. اجازه میدی یوسف جان؟ بله. بذار من برم در برج مراقبت رو ذره رعایت کنیم و اینها. بریم برای اینکه با شرکت کننده های امشب آشنا بشیم.
اسامیشون، از کدوم شهرن و به سرعت قسمتی دیگر از برنامه قهرمان رو آغاز کنیم. سراغ اولین شرکت کنندمون از با شور و هیجانی که تماشاگرهای محترم دارن، آقای اکبر فتحی از تهران، کشتی فوتبال بیانسازی رشته هایی که کار کرده. بله. نکته جالبش یوسف اینه که عضو یک خانواده 11 نفر است. جدن؟ یک خانواده پرج باحال نبود قدیما اینقدر جمعیت دور و برمون زیاد. میشه من ازش بپرسم که خواهر برادر خیلی خوب بود. الان چیه این تک فرزندی آخه؟ من این سوالی ازش دارم پس. داری؟ آره. اگه که سوال جدی ازش داری؟ بله. پس بریم به سرعت ببینیم که آقای اکبر فتحی چه میکنه. به افتخار اکبر فتحی. رشته ورزشیشون چی بوده؟ فوتبال، کشتی، بدنسازی کار کرده. باریکلا، فوتبال، کشتی، بدنسازی. آره. چی جوریه فکر می‌کنی؟ من فکرم که به فوتبال، کشتی، بدنسازی. ببین اینا ترتیبش 100% درست بوده که یعنی احتمال زیاد دفعه اول رفتن بدنسازی، بعد رفتن کشتی، قبلیشون کشتی، بعد رفتن فوتبال. 3-2-1 بفرمایید. چون اگر می‌رفتن فوتبال بعد اصلاً زمین کشتی، زمین فوتبال کشتی می‌گیره. نفری که رفت اکبر جان همراه نداشتی؟ یه مربی چیزی داشتی؟ چرا نمیایین بچه‌ها؟ چرا اینقدر بی تفاوتی نسبت به اکبر؟ دارم صدا میکنم، بیا بذار کمکت کنم. مورد تشویق تماشاگران قرار گیره. اکبر جان رفت تو آب به نظرم. اکبر آقا خانواده شون اومدن اینجا؟ بله. اون دختر کوچولوه دختر اکبر آقاست که اکبر آقا رفت تو آب. تشویق کنید آقای فتحی رو، اشکالی نداره. اولی ها رو باید میپرشت. دومیه خیلی سخت بود، اصلا هیچ جوره دستم هم نخورد. بگم آقای تیموری بعدی رو. آقای تیموری. بله بفرمایید. اجازه است شرکت کننده بعدی رو بگم؟ بله، محمد حسام عزیز. بله، الان من اعلام کنم محمد حسام. پدرشون هم اینجا هستن، کوچشون هم اینجا هستن. حتما قبلا محمد حسام کاخ‌نژاد از تهران، وزنه‌برداری، ژیمناستیک، کاراته، آمادگی جسمانی فقط با 21 سال سن. حالا کی رسیده این همه ورزش رو؟ من میگم کی بخش کردن آقای قیاسی. بریم به سراغ محمد حسام عزیز، به افتخارش دست بزنید. از یه سالگی آفرین بابا رضا. پدر عزیزت هم اینجاست، خوش هم اینجاست. آماده ای؟ بله. 3-2-1 اذیتش نکن یوسف. 2-1 خیلی راحت. این که اصلا نمیرسه خوابه. باری کلا یوسف چه حرکتی کرد. چرا دسته ول نمیشه؟ تو این شور و هیجان میگیره. باری کلا چه شور و هیجانی تو سالن داریم. راحت باریکلا
من میدونستم یه چیزایی از خودم درون این بچه میبینم، این جنب و جوش و تلاش رو، ولی واقعا خوبم. خیلی پدرش کنارش داره اکر اومدن روی دار خالی، امیدواریم که دار خالی رو اینجا ودا نگرید و همینجا نخم به بازن رو بیارتن توی سخت. این حرکت هم خیلی سخته، اجازه حرکت های سخته. خیلی راحت داره میره محمد استاد، خیلی راحت. ببین پدرش رو میگه سختی رو رد داره تشکیل میکنه، چقدر پدر با عشقیه. اشکالی نداره، خیلی خوب رفت، خیلی خوب کرده. رفت ماشاءالله به شما، من این ماشد کنم، خیلی عیب شد. یه بدشانسی ریز میتونستم ردش کنم، اما چیز بود، انگوشم خیلی اذیت کرد، انگوشم گیر کرد افتاده. پدرم، تاج سرم. آفرین، آفرین. مهدی نقدی از بروجرد کیک بوکس کار کرده، کاری کرده موتا... کیک بوکس؟ بله، هم رشته شما میشه؟ بله، نه وقتی به بوکس اینا داره دیگه، بوکس. بوکس توشه ما هم داره، بله آنفا داره، بله. ولی خب به هر حال رشته های تخصصی کیک بوکس و موتای مویتایه موتایه بله. یه ورزش خیلی چیزیه، اگه آره خیلی سخته، خیلی سختی به نظرم. بله بریم برای مهدی نقدی نازنین که شروع کنه. بفرمایید. البته ایشون خیلی زحمت هم کشیده، بله، به زندگیش باتوسا دارم شغلش کنم، بله شغل شریف شرکم ها خوب. آخه مادر آقای نقدی خوش هستی. متی آماده ای؟ کار میکنه. 3 2 1 بفرمایید. خیلی خوب بود. عالی بود. عیدت مبارک. خسته نباش. سال نو رو به همتون تبریک میگم. خیلی بیکار بودیم من و یوسف، به هیچی نرسیدیم. باریکلا. خیلی خوب. ای بابا. فدای سرت. فدا تشویقش کنیم. ببین. اشکال نداره مهدی، خیلی تا همونجا هم نمیتونم برم، من خودم رو دومیه میفتم. شرمنده شدیم بابا، شرمنده شدیم. نه آقای دشمن شرمنده بابا، چی مسابقه است پیش میاد. یه دست به افتخار مهدی نقدی بزنید لطفا. مهدی دمت گرم. سه دو یک. میره راحت مرحله دوم رو ببینیم که خیلی راحت میره. چرا؟ چرا؟ بعدی بعد ادامهش اینجا سا فقط با اون اتفاقی که نباید افتاد. فردین واقعا سخته میدونی. اوکی آمادم. 3 2 1 خیلی بچه ای بازش تعداد بخوام کار قلق گیری کرد. نه بابا از اعتماد به نفسشه یا داره ما مسخره میکنه یا چی؟ بابا آره من فکر کنم که یکم اول زیاد. مهدی جان آماده ای؟ آمادم. 3 2 1 خوب رفت اولی. من فکر کنم که مهدی هم کار میکنه، الکترونیک بسیار دوست داره، دوست داره که اشکال نداره.
آماده علی جان؟ با تمرکز با شمارش من 3 2 1 خیلی سبک وزن و من فکر میکنم که چون دقیقا اینجا وزن سبک یعنی هم خوب تاپ میخوره هم سباره اینجا واقعا وزن تاثیر داره من گفتم واقعا بعضی میتونه خیلی تاثیر داشته باشه عزیزم ببین پدر چی کار میکنه این سه باری کلا من فکرم حواسم نبود که خب این دود رو دارم میبود فکرم نقل داشت میداد به چون مرحله رو تفت رسید به دار قالی امیدوارم دار قالی رو اینجا ردا نگه و بتونه رد کنه دار رو باری کلا ببین چون کار دکور رو اینا میکنه آره کلی کار هنری بلده تدوین میکنه گرافیک بلده بهش نمیخوره این سفلا خیلی باعث یه هنرمند اینجوری بتونه این مراحل رو بره یه ذره عجیبه اینجا اونجا وزن باید کنه اینجا قدرت دست میخواد واقعا خیلی ولی باری کلک کنم اینجا هم رفت علی آقا آفری تشویق کنید علی رو روز سابقه تیم بوکس ارتش ایران بودم قهرمان مسابقات حرفه‌ای 2020 باکو شدم من سن 9 سال که بودم کشتی رو شروع کردم به درخواست پدرم وقتی بچه بودم با هم تمرین میکرد ورزش میکرد با هم تو سن 15 سالگی وارد ورزش بوکس شدم خب زمانی که خودم وارد مسابقات 2020 باکو که شدم قهرمان که شدم برگشتم ایران وقتی که کل شهرمون اومدن استقبالم به پدرم زنگ میزدن مثلا باعث افتخار پدرم شده بودم یه خنده پدرم هم به من زد و منو بغلم کرد من واقعا دیگه اون قهرمانی یادم نبود خودش اومد سمتم و گفت دمت گرم رو سفیدم کردی و همین باعث شد که من به خاطر پدرم تو یادم میاد خودت آدم چیزش میشه مرمورش میشه دوستانم یه بار دیگه اگه همی شده باشه بتونم این کارو بکنم بابام من جانباز جنگه و میبینم سختی میکشه توی خود سختی میکشه و نمیتونم برشت یادم میاد اذیت میشه تشویق میکنیم تا علیرضا مهربانی بتونه بیاد اسطوره زندگیش اولیکوش پدرشه از جانبازان جنگ ایران و عراق تکاور بوده و اصلا به عشق پدرش رشته ورزشی رو انتخاب کرده آقای قیاسی یه درخواستی داشتم از آقای تیموری بفرمایید برای چی بگو اگه تشریف بیارید پایین مبارزه بکنی ممنون میشم الان اینجا نشست حالا الان ناز میکنی میگه مبارزه همه میکنی. رو تو این برنامه تو بیچاره کردی الان خودش میگه ناز میکنی اضافه داری دستکش همه شو آورده نه خودش داره برای من چی ها اونها هم همراهاش دستکش آوردن برای شما بابا نه افتخار آقای تیموری بفرمایید آقای تیموری خواهش می‌کنم بس ما چی بگم بهتون
وایسی اجازه بدی. درخت درخت الان با یوسفیا برو چه درخت بارش هرچی بارش بیشتر باشه سر من اونقدر حرفه‌ای نیستم آقا داور نداری پیشنهاد میشه آقا جسارت نکردیم تو فیلماتو رو دیدیم مخلصم خواهش می‌کنم دستکشام منو نزنیم بیا دستکش یعنی اینجور برنامه‌ریزی کرده بود برای آقای تیموری همینجوری با الان اولین باری که با کشتلوار دارم تمرین میکنم من که هیچ وقت مبارزه نکردم آقای تیموری از بوکسر خیلی خوبه تشویقش کنیم ببین ماشاءالله تیم ارتش هستی؟ بله تیم ارتشا بودم عضو سابقه تیم ملی بوکس جوانان بودم قهرمان مسابقات این فرم کلاه و بله به خاطر پدرم و چون ارتش رو دوست دارم به خاطر همین تیپ رو زدم خب آماده این علی رضا یوسف مراقب باشین ها یعنی خیلی نه نه یوسف اصلا چون جدی نگیری با بوکس چه تصور کردی دست بگی فقط یه چیزی نه نه بیا نه نه چیزه بیا مهربان باشی یه جور دیگه بریم با هم کیف کنن بیا نه نه چیزه اصلا اینه بزن آقا بیا بیا اینه آه نه آقا نه آن بوکس این نیست بوکس کن آقا بوکس کن نشون بده بوکسوری ماشاءالله من نه بابا برو ماشاءالله اوه باری کلا خوبه آقا خوبه یوسف خوبه بیا بیا آقا بذار من بذار یوسف جان خوبه بیا آقا من میخوام یوسف جان متشکرم علی رضا الان میخواد بره مسابقه بده یوسف جان منو با خودت بیار من نمیخوام بریم مسابقه آقا ما جسارت کردیم من اختیار من تو این مسابقه نمیخوام وایسم من میخوام با تو بیام بریم مسابقه خدا تا آخر بدی زنگم بزنی ان شاء الله 3 2 1 علی کلا یوسف به نظرم بیا کمکش حتما آفرین هم عجله نکن هم که زیادم نمون بالا دست خسته تو بذار علی رضا از تکاوران دفاع مقدس بوده و علی رضا هم بشه پدرش وارد رشته های ورزشی شده گفتم راجب شهرش که برو برو از عقب شروع کن بیا شهر مهربان آذربایجان شرقی مطمئنم مطمئن این مرحله رد نه خیلی مطمئن نیستم ولی امیدوارم دیدی گفتم خوب شد اون دومی رو گفتم بهت اشکالی نداره علی رضا باری کلا به مخلصیم واقعا آیتم سختیه واقعا نتونستم من تمرینش کرده بودم ولی این اصلا تاپ نمیخورد ولی اشکالی بدنت آماده است باری کلا همچنان شرکت کننده ای نتونسته به قله قهرمان برسه شرکت کننده بعدی علی لشکردوسته از تهران شهر ری 31 سالشه کشتیگیره و از آتش نشانان خوب کشورمونه امیدوارم که یعنی زر امیدوارم من بهش مرحله دوم رو رد کنه و به دار قالی برسه دار قالی رو به دار نگه بیاد مرحله آره یعنی چارون. میشه دیگه یه زر آتش نشانان چون آمادگی جسمانی و حرکات اون شکلی و اینها دارن همه میدونن دیگر کارشون هم به شدت سخته ازشون هم تشکر کنیم در ایام نوروز که در تعطیلات همه دنبال سفر و اینها هستن این عزیزان آماده باشن مثل بچه های اورژانس مثل خیلی جای دیگه اما چون ما الان آتش نشان داریم دلم میخواد که به افتخار همه ی آتش نشان ها یک دست جانانه بزنیم و دعوت کنیم از علی لشکردوست که وارد صحنه قهرمان بشه یعنی خودش تک نفری الان حتما یه لشکر آورد آقای لشکردوست خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید.
همسرش اومده یوسف. خیلی مخصوصم چهرتون آشنا باز شهره؟ من فکرم قبلن دیدمش. اصلا رفت یوسف الان خانومش قور میزنه. سلام خانوم ببخشید شبیه یکی همکارامون هستن. بله بفرم. نه بیا چهرهشون میکسه براد پیت و رامین راست داده. داوود صد عباسی هم یه ذره داری تحصیل هم فوتبالیست. ببینیم چیکار میکنی آقای لشکری. آقای لشکری آماده ای؟ 3 2 1 خیلی راحت یوسف رفت اولی رو. خیلی خوب رفت. نه؟ یه بابا اون خیلی خوبه که همسر آدم مشوق آدم باشه. من که نذاش حرفم تموم شه. توی شرکت کننده های امشب واقعا توی اول آره شتاب توی رد کردن اون سکوها خیلی حرفه‌ای رفت. قبل از که بریم سراغ نفر بعدی یوسف من توضیح بدم الان بفرم. نمونه هایی که در کشورهای مختلف مثل مسابقه ما داره پخش میشه میبینید که خیلی سخته و مراحل یک و دو چون الان تو خونه مثلا شاید خیلی از بیننده ها بگن که بله چون توی تعطیلات نوروز کلی پیام داشتیم که این کاری نداره اون که مثلا چرا اون نتونست بره جدا اون پیام ها به من خودت هم این پیام رو دریافت کرده بودم حالا شما سخته که تحرکی ندارین نو بام. خب چه رفتی داره؟ بقیه که دارم تحرک چرا نتونستم؟ برای چه کاری آسونه؟ برای من حرف زدن صادقانه دیگه، من حرف میزنم فقط. نه ولی واقعا بخوای میتونین، جدی میگم چون آره نه واقعا استایلت که ورزشیه جدیه ما تا قبل اینکه با هم رفیقی شیم که از سالیان سال رفیقی من بگم همیشه تو ورزش میکنی بگم همیشه همینجوری ماشاءالله خوب بودید قربونت برم. نه خواستم بگم که بیننده ها بدونن که هر جای دنیا که داره اجرا میشه مرحله یک و دو خیلی ها میفتن یعنی اینجوری هم نیست که هر کی حالا من امشب میخوام با اجازه آقای تهیه کننده و آقای کارگردان یکی از بین تماشاگرها آخر بیارم بره یه دور یعنی کسی که خیلی احساس ببینید. میکنه که خیلی راحته و اینا داریم الان توی تماشاگرامون حتما تهش اگه فرصت کنیم این اتفاقو البته یه سری حرکته برای من آسونه ببین چون بیشتر من توی کارام نقشه البته متاسفانه خب کارا کمدی بوده دیگه نقش دزد و بازی میکردم و از دیوار و اینا بالا میرم مثلا میتونم برم از اینجا برم کمک میتونم برم بابا جان من نکن جان من چون تو خاصی باش جان من خدایا بکش من از دست چه کاری قلبم ریخت یوسف جدی بابا برج مراقبت هست ولی خیلی برج بلند نیست اون برج من بریم یعنی اصلا تنها برج مراقبتی که هواپیما رو بده از اینجا ببینی همونجا علی رضا چگینی از کرمانشاه به چند سالی اومده پایتخت تدوینگر طراح باریکلا پس یه جوری همکار هم هست طراح رشته سنگنوردی برای کل کشور مربی سنگنوردی ما در این مسابقه سنگ نوردامون یه ذره چیزن یعنی راحت که نه ولی برای استقامتشون خیلی خوبه بله. من خیلی امیدوارم به علی رضا و مطمئنم تا این بالا میره دیگه گفتم دیگه مطمئنم شما چی میگی؟ من میگم که من مطمئنم که من میخوام همین نمیخوام حرفا شبیه تو باشه خب نمیخوام بگم نمیره من مطمئنم تا اون بالا که میره هیچ چی پایینم میاد بالا از اون بالا علیرضا چگینی از کرمانشاه رو تشویق میکنیم که روی صحنه ما بیاد خیلی خوش اومدی علیرضا من خیلی امیدوارم تا این لحظه کسی نتونسته مراحل ما رو رد کنه امیدوارم تو بتونی سپاسگزارم منم امیدوارم پس برو رو نقطه استارت وایسا که آره آقای قیاسی بشمون رو شروع کنید
علیرضا آماده ای؟ بله. تمرکز. 3 2 1 خیلی شد. از این میترسه روسه. اوکی. داره اذیت میکنه بچه. اوکی. آره بایسته. سخته. تو دنیا اتفاقی میفته. این مرحله مرحله سختیه. خیلی ها میفته. باریک. باریک. خدا رو شکر. یوسف جان. یوسف جان. بله. ببین، و چیزی هم نیست که بگیم تو قبلش توانی کردی، چون سخته. لحظه است. اگه مسابقه خودم رفتم تو سوال پرسشی بود، مسابقه توی سبکای دیگه بود. آفرین. اونجوری که تو مطمئن بودی، من گفتم توانی کردی. ولی الان واقعا خودشه. چجوری توانی؟ اینو چجوری می‌خواد من توانی کنم؟ با ساعدش توانی کردی. با بازوی پشت بازی چپ. مدل رفتنش رو ببین، مدل رفتنش. با پشت بازی راستش. با رون پای چپش مدل گرفتن دستت معلومه سخت نبودیه. اصلا نیاز به تبانی نداره. با حالا اینقدر بگیم چه زک پای چپش راستش با شست علی پاش ننه کوچشت تدوینگره هنرمنده سنگوردیه. بله این هم رد کرد دیگه. ببین ببین دل صخره نوردی میرسن با اینکه جزء شرکت کننده که امشب این مرحله رو رد کرد با این حرکت من خودم رد کردم توی زمان نداشتم که اینجا بره من رد کردم اول شرکت کننده که اینجا رو رد کرد این رد کرد من رد کردم میدونی چی میگم اصلا اصلا رد باریکالا دیگه هم مطمئنم که الان میره زنگه اینجا رو که میزنه چی؟ زنگ ما رو هم سه دیگه هم میتونه بزنه بله راحت چهار تا کوچه اونورتر هم میتونه زنگ بزنه اولین شرکت کننده ایه که امشب تونسته تا اینجا دستاش هم میکنه تو جیبش آره فکر کنم قدرتش تو جیبشه آره. آها قدرت از جیبش در میاره قدرت آره میدونی یعنی به نظرم اینجوریه نه شو بگرم پودره پودره که که دستش لیز نه شبیه داداش کایکو هم هست دستمال قدرت رو کرده بشتر میاد باریکلا باریکلا این خیلی به به مدل صخره نوردا ساعد قوی پنجه های قوی نه واقعا اثیر داره واقعا ببین به هم ثابت شد علی بسر نه میخوام بگم تو چی رو توانی کردی خب اینجا رو اینجا رو علی رضا میدونی که اینجا میتونی انتخاب کنی ها لفت هر که اون بلنده رو اگه بری جایزه نقدی همین امشب میگیری یه لحظه استراحت یه استراحت بعد دکتر چون تا اینجا رفته نه برو آقا زمانه فقط وایسا من میخوام ببین خب که یه به کسی نگی ها چون تا اینجا رسیدی کیو دکترش رو بهش انتخاب بده بزن هر کنو خواسته انتخاب خب اینو نتونستم بزنم میتونم اینو بزنم آه خب من مادم که یه ذره حالا بودم میخواستم از اینجا ببینه بودم وقت آره وقتت هم داری میره علی رضا مراقب باش آسیب نزنی یک بار امتحان کنی این پا میتونه سه بار امتحان کنه بله سه بار فرصت داره که این مرحله رو بره Thank you.
دوستان باورتون نمیشه من تا الان که به این سن رسیدم چنین جارو برقی ندیدم. همه آشغالا فاصله دور و نزدیک جمع میکنه از چند کیلومتری ها، حتی خیلی اجسام سنگینو، یعنی آدم دلش میخواد بازی کنه، اینجوری آشغال میریزی جمع میکنه، این میریزی این بعد جمع میکنه. اصلا بیشتر بازی و نظافت با هم دیگه است. خیلی جارو برقی عجیبیه. خیلی موقع اجسام سنگین هم باش جابجا میکنه. میرم تو پارکینگ میرم دوستان باورتون نمیشه من تا الان که به این سن رسیدم چنین جارو برقی ندیدم. همه آشغالا فاصله دور و نزدیک جمع میکنه از چند کیلومتری ها، حتی خیلی اجسام سنگینو، یعنی آدم دلش میخواد بازی کنه، اینجوری آشغال میریزی جمع میکنه، این میریزی این بعد جمع میکنه. اصلا بیشتر بازی و نظافت با هم دیگه است. خیلی جارو برقی عجیبیه. خیلی موقع اجسام سنگین هم باش جابجا میکنه. میرم تو پارکینگ میرم ماشینو بجا پارک کنم میگیرم پارکینگ هم سر جای خودم. نه اینا که مزاح کردم گفتم حالا هواتون عوض شه. ولی اگه شما هم کار خونه براتون سخته میخواین مثل من نظافت و تفریح رو با هم انجام بدین، جارو برقی بوست رو انتخاب کنید. بوست انتخاب درست. بوست دستتون رو داغ میکنه اگه سراغ جارو برقی دیگه برید. بالاخره یوسف رسیدیم به نفر بعد. بالاخره رسیدیم نفر بعد. چه همیشه نفر بعد دیگه. آره دیگه. آه یه نفر رفت. یه نفر تونست که برسه به سکوی آخر برنامه قهرمان. خدا رو شکر. می‌خوایم بریم شرکت کننده بعدی رو معرفی کنیم. آماده میشیم برای اجرای احمد ظالم مقدم از کرمانشاه، 25 ساله، رشته تخصصی کشتیه، سرباز آرایشگر. حالا در طول مسابقه و مراحلی که داره میره توضیحات شما خدمت کوتاه کنه در طول مسابقه. خوبه یه ذره زحمت به دلاور میگه کوتاه کنه، بیاد دلاور خودش کوتاه کنه. آره زحمت به احمد نمیدیم. برای اجرای احمد ظالم مقدم لطفاً در منزل هم به همراه تماشاگران ما دست جذاب و زیبا احمد آقا. احمد آقا خیلی خوش اومدی. مورد استقبال خانواده هم قرار میگیره. احمد خوبی؟ آماده ای؟ 3 2 1 آخ 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 باش لغزی بیسه خیلی هست. من فکرم که نه رنگ کفشش بده. خیلی خوب ببین این جالب واقعا خیلی خوب الان مجرد یه نفر رو میخواد خود ازدواج کنه واقعا. امیدوارم تا اون تبر واقعا امیدوارم اگر آبرو شلو خانواده عروس میره آبرو شلو خانواده عروس رفت. کاش نمیگفتی مثلا حرفم تموم نشده دیدی ماشاءالله. حداقل اگر نمیگفتی عالی. بعد یه دست میرفتم اشتباه کردم جفت دست رفتم بعد اومدم بگیرم لیس خوردم. زمان خوبی میتونستم بگم. یوسف تیموری با بد نگفته بودم من ثبت نام کردم شرکت کنم مسابقه. بابا یوسف شکر نه من خودم هم. یوسف جانم هم بیا بزن میخوام یه بار خودم بدم جان ایمان زدم. همیشه میگن یه سوزن به خودت بزن. چی بقیهشو بگو. یه جوالدوز به دیگران. آفرین بیا. خب بزن یه بار برم خودم. نه دیگه الان باش. ولی یه قسمت قول بده به مخاطب که حتما. خب این چه شرکت کننده جالبه دیگه. خوشبختی آقا یوسف ما. خوشبختم که اسمم یکیه. آره یوسف از تبریز اومده. شکر نعمت. به به. ساکن شهریار 21 سالشه. کیک بوکس کار کرده. باریکلا. و تنهاست. یعنی همراهی نداره. میخوای قبل از که دعوتش کنیم من و تو بشیم همراه های یوسف؟ چرا که نه؟ ها؟ پس با افتخار یوسف شکر نعمت رو تشویق میکنیم تا روی صحنه بیاد. Oh,
سلام یوسف، برای تو میگم، برای من نمیگم، برای تو میگم. یوسف، یوسف خورتونه. یوسف چون تنهاست باری کلا به این تماشاگرهای من بشینم اینجا خونگره. بله چرا کنم یه ردیف این برداشت من بشینم اینجا پیشم. ببینید یوسف تیموری اومد نشست به عنوان تماشاگر بازی شما. آقای شکرمند دیدی؟ منم به عنوان همراه شما که تنها نباشی. تنها اومدم دیگه، کسی باورش نشد، جدی نگرفتن که میری تو تلویزیون و اینجور حرفا. یه تصمیم گرفتم بیام، هر جور شده باید بیام. سر حس ندارم، به بازم هم باختم، به بازم بهتر از اینه که حتی حسرت شده خوردم چون نرفتم. یه ادامه بدم برم ببینم تا کجا میتونم برم. یوسف شکرمت هستم، 20 سال از شهریار. یوسف آماده ای؟ به افتخاره تشکیلش کنیم. سه یوسف دو تشکیل کنیم. سه دو یک باریکلا به زرنگی کرد. میشه بره دوباره؟ من خواهش میکنم بذاریم دوباره بره. آقا خواهد درد گره؟ یوسف جان بیا از سر دوباره، به خاطر شما که اینقدر همراهی کردیم یوسف و متوجه شدیم که تنهاست، دارین حسابی بهش انرژی بید. نه آره کفشش هم محکم نبسته بود، یه ذره به نظرم فاصله بگی دورخیز کن. آره آماده ای؟ سه دو یک با تمرکز اصلا عجله نکن، زمانم در نظر بگیر. باید تاپ خوردن از یوسف آفرد هم داری خوب تاپ می‌کنی. یوسف دست تو اگه آویزون کنی قدرتت بیشتر میشه. آها قدرت تاپ خوردن بیشتر میشه. نه دیگه نمیتونی یوسف، فقط زمین نمیتونی با پات هول بدی. یه بار یه بار دیگه استارت بزن، یه بار ببین داری اذیت میشی. بنداز کجا، من اینجا بهتره شیرجه داری پاپا بنداز. نه وقت تسلیم نمیشم. خب برو برو یه بار دیگه، برو پاتت گیر بده اونجا. آها اشکال نداره زمان باری کرد. ببین ببین آقا یه چیزی خوشگل میگه اول بعد سر اینجا برو. ببین حالا تو اینجا اومدی شیرجه بزن. میخوام برگرد، نمیتونی نگردنی خود اونجا؟ خیلی جذاب افتادی تو. من تمرکز رو مهم نریختم ها، من بعد از اینکه دیدم استارتتون زدی دیگه نمیشد دیگه اومدم. من خودم میرم با دوربین پشت صحنه. یوسف خیس نشی آقا. نه یوسف نه من یه چند تا شرکت کنم دیگه. تازه الان فهمیدم اموارم را داشت. سریه بعد اموارم میگم. من چون تنهاست ولش نمی کنم. من اینو ولش نمی کنم. تو یه بلایی سرش نمی الان که نبود. نه میرم باهاش که تنها نبود. یوسف باهاش رفت پشت صحنه که داره میگه همراه نمیخوام. قشنگ همراهی کنه. سلام علیکم. در استان گلستان شهر آزادشهر
و جذابه. عضو یگان ویژه نیروی انتظامیه. تکاورن. ارتش‌های جهان می‌دونی که نظامی‌ها مسابقه دارن و اینها جزو پدیده‌های اون مسابقات بوده و الان در برنامه قهرمان شرکت کرده. یه نظامی که به هر حال تا ارتش‌های جهان هم در ورزش پیش رفته. بدنش الان بسیار آماده است. این توقع رو داریم ازش. بله. دو میدانی هم رشته تخصصیشه یوسف و انتظار میره از کسی که به هر حال بره زنگو بزنه. بله دیگه. این انتظار رو ازش داریم. اگرم نشدم اشکالی نداره. با تشویق هزار و بیننده‌های محترم منزل میریم سراغ محمد زارعی از استان گلستان. خوش اومدی محمد جان. آمد خوش اومدی. آماده ای؟ مربی هم بیام همراهت مثل یوسف. نه مربی دارن. میدونن. از عالی. از تیم پنجگانه یگان ویژه. نیروی انتظامی مربیشون هستن که در همون جام آموزش ها رو ایشون بهشون میده. پس یه مربی خیلی حرفه‌ای هم همراه محمد هست. جای هیچ بهونه ای نیست یوسف. من برم پایین. که تو بری پایین و اینا. آره. ماشاءالله محمد. بریم ببینیم مربی چه میکنه. محمد زارعی با تشویق دوستان. 3 2 1. عالی عالی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. عالی عالی. عجله نکن. یکم تاب خوردنش. آره تاب خورد اوج که بیشتر اونه که میافتادن از اون حالت شتاب اولیه خارج بودن. محمد با تمرکز زمانم در نظر بگیر. تمرکز. جون دستا رو میگیره. به نظر تاب خوردنه. به نظر تو کجا میره؟ من میگم اینجا میفته. نه اینو راحت رد میکنه. راحت رد میکنه. فقط خسته نکن برده. آره آلی آلی خسته شد. اولی رو بگیر. آلی حواست باشه فقط. فیکس کن. خودت فیکس کن. دستش خیلی بدیه. آره دستش خیلی هم بابت باشه. همون کاری که داریم بگیره. همین تحمیلی هایی که کرده. آره آلیه. یکم برای سخت بود. ماشاءالله. البته الان دیگه دارم حرف رو پس بگیرم. ماشاءالله. ولی دوره هم پس گرفتم. خب ببینم به خاطر اون رنگاش رو نارنجی از ما پس بگیرم روی آبی حرف هم دوباره میگم. الان میگم میتونه بره تا آخر. تاب نده. دوباره حرف رو پس گرفتم. تاب نده. خسته نکن خودتو. خیلی دیگه. اینجا رو گفتم. تو گفتی؟ یه مقدار تاب بیاد خوردم توی حلقه سومی. آره اون خستم کرد دیگه. دیگه توان نشم. دیگه دستان خودش دیگه بند شد دیگه. آره. 3 2 1 ماشاءالله پسر.
ماشاءالله آفرین ماشاءالله بچه‌ها ماشاءالله عجله کن برو عجله کن یعنی بگیر اولی رو عجله کن همه فارغ از شوپی به نظرم کسی که با چوب کار میکنه چوب به دسته دسته قدیم باقش درسته؟ درسته ببین میدونی که بیشتره این از بین این هفتشتا من فکرم که میگم حالا بحث تخصصشو نمیدونم ببین بیشتر بدن موش دسته این هر ساعت و موش دسته خیلی نزدیک بود اشکال نداره اشکال نداره عالیه بسر عالیه خیلی خوب سهیل محمودی هستم متولد شهرستان رشت ساکن شهرستان شفت من از کوچکی فوتبال رو شروع کردم و بعد دلایل تصادف و اینا نتونستم دیگه فوتبال بازی کنم مصدوم شدم ولی شده هفته یکی دور ما میریم سالن باز بازی میکنم سهیل محمودی از استان زیبای گیلان به به شهر رشت اینجاست برادرش برادرزاده کوچولوش که خیلی خوشمزه و بامزه است یه دختر خانم گوگولی همراهی میکنن آقای محمودی رو عشق فوتبال بوده ولی آسیب دیده و مثل همه ولی ورزشکاره بله ورزشکاره باید تماشا کنیم ببینیم از پس مراحل سخت برنامه قهرمان برمیاد یا نه یوسف جان برادر صداشون کجا این بغلن تشویق کنید سهیل محمودی عزیز رو تا به روی صحنه بیاد پسر خوشتیپ استان گیلان سهیل تو موفق باشی قربونه سهیل جان آماده ای؟ آماده 3 2 1 آخ 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 یه کوچولو پاش لغزی به اشکال اشکال نداره رد کرد نداره اشکال نداره سهیل عالی بودی سهیل خیلی عزیزم برادرزاده‌اش بهش گل داد عزیزم یه دست به افتخار برادرزاده سهیل بزنی عزیزم دست بیزنه برا شیسه ما قربونت برم عمو جانم لپش هم کشید پارسا صفی از ملایر 23 ساله شرکت کننده بعدی ماست که تماشا میکنیم ببینیم که چه میکنه تشبیقشون کنیم پارسا خیلی خوش اومدی بچه ها نسید باریک کلا پارسا با یه روحیه ورزشکاری جنگنده 3 2 1 راحت و مسلط سیدیسم به نظرم اولی رو رفت نکته جالب اینجاست که هم ورزشکار هم رشته تحصیلیش تربیت بدنیه یعنی به نظرم آناتومی میشناسه شرایط بدن رو میشناسه استقامت بلده ولی من از این ساویی که دارم میبینم شبیه نوید محمدزاده محمد صلاحه نه هم فکر کنیم بیشتر شبیه محمد صلاحه خیلی شبیه محمد صلاحه به نظرم مسئله باشه چی میگی تو؟ من نمیره پیشبینی هم دیگه به نظرم بعد این همه قسمت پیشبینی هم خوب شده
میخواستم بگم که پارسا شباهت چهرهش یه مقداری بغل ماشک خالیه مثل توی با محمد صلاح. حالا هر جوری خودش صلاح میدونه. محمد صلاح یا منو محمد صلاح. آره هر جوری خودش صلاح. عالی. علی بنکیش از قرچک ورامین رو با هم تماشا میکنیم که میتونه از پس مراحل ما بر بیاد. آقای بنکیش. یا خیر بفرمایید. خیلی خوش اومدی علی جان. سه قدرت و انرژی رو دو یک خیلی راحت و مسلط به نظرم یوسف جان را استارت درست زدم. من نگاه نمی کنم دیگه و اینجا می خواهیم تبانی که نکردی چجوری؟ چجوری با این همه چجوری تبانی؟ شسته پای بزرگه با ساعده با چشم نفرش اصلا حتی شروع نکرده اون بند افتر بعد این همه قسمت به چش راسته با سوراخ بینی چپت با گوشه با گلوب گوشه چپت به هر حال با این دیگه چندین قسمت رو که دیگه یعنی بچه ها اومدن رفتن حالا شاید هم بگیریم من نمیدونم خوبم دور گرفت ولی فکرم که اونجور که تشویرش میکنن سخته واقعا سخته بله من فکر میکنم تهیه کننده محترم برنامه آقای سعادتی باید یه پول جداگانه پیشگویی هم به من بده بله واقعا تا همینجاش هم سخت سه دو یک ماشاءالله تشویر کنید ترین رسول اشکال نداره یه ذره عجله کردی ولی جذاب‌ترین زمین خوردنی بود که من میگم به نظر من اگه میخوای حالا یکم تو اصلا اومده بودی که برید بسرم سه دو یک ولی زمان را باید مهم باشد دست درد گرفت میخوای انصراف بدی؟ میخوای انصراف بدی؟ آسیب به خودت نزن اصلا خب پس میتونی؟ باری که علاقه قیرته داشت چقدر اصلا چقدر پرام اوکی واقعا خیلی خوب من مطمئنم که پرام آماده کرده بود که بپره تو آب اصلا آره اشکال نداره پرام ولی خیلی هم خوب بود پرام به نظر بچه های چک بکنن کتف پرامو سه دو یک خیلی ریز نقش و همچین بله. چقر به نظر میرسه بله. چقر بعد بدن به قول هادی عامر چی شد برگشت پشیمون شد رفت زمان هم باید در نظر بگیره باری کلا سبک بودنش چرا پا میزنی بالا آره بعد دفعه اول که میرم این خوبه استارت بعد میپری دستش نرسید
شرکت کننده های امشب ما هم به پایان رسیدن. یک نفر تونست یوسف زنگ قهرمان به صدا در بیاره. یه چند تا از تماشاگرها از شروع ضبط مسابقه این قسمت هر وقت من و یوسف میرفتیم و آقا ما بلدیم، ما میریم و اینا، این امکان رو ما به دو نفر میدیم که خیلی سریع و پشت هم حوصله شما سر نره بتونن برن. بچه ها اون دو نفری که هی به ما میگفتن، شما اول برو، بفرمایید. از بین تماشاگرها فکر نکنید که چون شرکت کنندن برای ما مهم نیست که تا آخر نرسن. آره. این همونیه که اینجوری دست میزد از اول برنامه. اسم چیه؟ آقا داوود از بین تماشاگرها قراره که داوطلب موانع ما رو امتحان کنه. آقا داوود آماده ای؟ 3 2 1 آره کلا داوود. همونجا برگه داوود. داوود 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 به دا داوود جان خدا قوت. داوود ببین برای داوود برای چند مرحله داوطلب شده بود؟ برای همین مرحله؟ میشه هر شب بیای داوود؟ داوود میدونی چرا نتونستی بری؟ بکنم دستات از اول با بود. داوود دستات با بود. نه به خدا جدی میگم بعد میپرید میگرفت. یکی دیگه از دوستان با کفش پلو خوری میخواد این مراحل رو بره دیگه. بفرم خودتون خواستیم بفرم خودتون خواستیم هم استقبال کرد. آماده عزیزم اسم چیه؟ آقا حسن علی. آقا حسن 3 2 1 بفرم. آفرین حسن. باریکلا بهش میاد که بتونه یه کارایی بکنه. بله. خیلی هم اصرار داشت از اول برنامه. واقعا هم با کفش پولوخوری داره این کارو میکنه، یعنی لباس مناسب نداره. حسن برو. خب چی شد؟ ارتفاع داره؟ حسن نه باید خیس شه دیگه. کفش پولوخوری رو در میاره و همینطور جوراب ها رو. حسن میخوام من بیام کمکت؟ نه قانون مسابقه خارجه، میتونم بیام واقعا. گوشی و اینا که تو جیبت نیست، تلفن همراه و اینا نداری ها؟ حسن جان رفت. حسن جان عوض سخت کرده. حسن با پا بگیر اگه نمی... با دست نمیده. خب حسن جان، حسن آقا بیا داداش، شما باید بری، قانون مسابقه ماست، یا میری تو سخت یا این مرحله رو رد میکنی. اینجوری نیست. برو حسن جون. آره داداش ایمان خیلی بیرحمی، این روی خشک و ورزشی تو نه. یاد کلینا افتادم داوره. نه ما قوانین مسابقه همون جدیه یوسف، بذار مخاطب متوجه شه که این بند خدا جدیه. کلینا هم شدی فقط اون مو نداشت. حسن وای بیاف تو آب. حسن جان تو آب باید بری. حسن من همه ی عوامل رو نگر میدارم تو خیس چی. ببین به خاطر من. نه یوسف باید بره. حسنه اون افیقم بذار برگرده. نه باید بریم. حسن حسن مربی هم دوست دیدی؟ میگم مربی پیدا شد دیگه. آره پس نه حسن برو تو آب. حسن آه بهترین کار رو کرد. ببین این یه حرکت خلاقانه، یعنی گفت حرف شما رو گوش ندادم ولی با شیرجان مخالف. آفرین این دوستان تونستن به مرحله بعدی برنامه قهرمان راه پیدا کنن. الان من آقای چگینی 4 ثانیه تونسته زمان رو برای خودش ذخیره کنه، ولی همه ی آیتم های ما رو طی کرده و زنگ هم زده. پس به عنوان نفر اول تونسته که به مرحله
بعدی صعود کنه. آقای تیموری شما بفرمایید با بیننده ها. من دیگه صحبت های اصلی شما گفتید و اینکه خیلی خیلی خوشحال شدم امروز، یعنی این قسمت از مسابقه مونم شرکت کننده های خیلی خوبی داشتیم، خیلی زحمت کشیدن، همشون تلاش کردن و امیدوارم که قله های زندگیشون رو برن بالا صعود کنن و زنگشو بزنن، همیشه توی زندگی هم موفق باشن. و همچنین شما بیننده های عزیز. یوسف شیک میشه، من دوستش دارم. خیلی ممنون. جدی میشه، شیک میشه، آخر کار رو خیلی خیلی جدی باشم، جذاب میشه برام. اصلا با کسی شوخی نکنم و اینکه ببخشید. بیکاری میگی. نماز روزاتون قبول، من و یوسف هم دعا کنید بیشتر برای من دعا کنید. بله. تا یه قهرمان دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.